خدای من، خوب می دانم سهم من در مقابل بیماریم رفتن به طبیب و استفاده از داروست و سهم تو شفای بیماریم. یاریم کن رفتارهای بیمارگونم را با تلاش و جایگزینی رفتار سالم و همچنین با حضورت درمان کنم. خدای من، مرا دریاب. امروز به دنبال شباهت ها هستم نه تفاوت ها. امروز برای این که به شباهت ها توجه کنم باید به خودشناسی ارتباط مستمر داشته باشم. برای یک فرصت دیگر و درک توانایی های خود تو را سپاس میگویم و از تو کمک میخواهم که مهر ورزیدن را پیشه کنم تا عشق واقعی را در زندگی شاهد باشم. مسیر معنویت راهی است که انتهایی ندارد و همانند آب دریا که هر آنچه می نوشی تشنه تر می شوی. یاریم کن تا در مسیر زندگی و شناخت خود و انجام ارادت در زندگی خستگی ناپذیر و ثابت قدم باشم. جویای راه خیش باش از انسان. منم در تکاپوی انسان شدن در میان راه دیدار میکنیم حقیقت را، آزادی را، خیش را. در میان راه میبارد و به بار مینشیند. دوستی که توانمان میدهد که برای یکدیگر ما اومنی باشیم و یاوری. این است راه ما، راه من، راه تو. سلام، سلام شنوندگان فهیم رادیو آینه، در خدمتتون هستیم با موضوع دیگر از سلسله مباحث رادیو آینه با متخصصین. امروز موضوع برنامه ما 12 عامل ویرانگر در مسیر بهبودی و همچنین در مورد اعتیادهای رفتاری میخواییم صحبت بکنیم. به همین منظور از دوست و همکار گرانقدرمون جناب آقای حسین عرب خالقی، کارشناس و مشاور و مددیار اعتیاد و خانواده و همچنین پژوهشگر در حوزه معنا درمانی دعوت کردیم و ایشون دعوت ما رو پذیرفتن. ضمن خیر مقدم خدمت شما دوست عزیز و فرزانه، ازتون درخواست میکنم یه حال و احوالی با شنوندگان فهیم رادیو آینه داشته باشین تا به موضوع برنامه بپردازیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بزرگوار جناب آقای دشتی و همچنین عزیزانی که به هر شکلی در هر گوشه جهان توسط بنیاد آینه دارن صدای منو میشنون. امیدوارم که لحظات پرمعنایی رو سپری کنید، پرتلاش، امیدوار و آگاهانه برای یک زندگی موفق. امیدوارم که همیشه سلامت باشید. ممنون و متشکرم جناب خالقی. ما برنامه‌ای که امروز ضبط می‌گیریم و پخش میشه توی کنداکتور برنامه آینه با متخصصین حدوداً در تاریخ 7 خرداد یا 9 خرداد روز جهانی مبارزه با دخانیات که 31 می میشه برگزار میشه، روز جهانی مبارزه با دخانیات رو ما پیش رو داریم. شما به عنوان یک شخصی که تو حوزه های 12 قدمی تلاش و تخصص داری، این که ما میخوایم در رابطه با این روز چند کلامی برامون صحبت بکنیم که دخانیات و بعد من سوال خودم رو خدمتتون مطرح کنم. خب یکی از زیر پایه های زیر بناهای
اصلی شروع کج رفتاری از همین این عامل شروع میشه. یعنی من وقتی که مورد بررسی قرار میدم که چه اتفاقی افتاد که مسیر من از راه اصلی جدا شد، میرسم به این نقطه که از سنین خیلی پایین من خیلی شوق برای مصرف این ماده داشتم. طبعا. و یکی از معضلاتی که افرادی مثل من نصیبشون میشه اینه که پاسخ صحیح در قبال این ماده در اختیار من گذاشته نمیشد. مثلا وقتی که جویا میشدم از بزرگترهای خودم که این چی هست، میگفتن به تو ربطی نداره، نیازی نیست تو بدونی. میگفتم که چرا پس من نمیتونم بکشم؟ میگفت برای تو خوب نیست چون تو کوچیکی. اینو بزرگا میکشن، یعنی یه جوری بدون اینکه خودشون متوجه بشن داشتن منو سوق میدادن به طرف کنجکاوی بیشتر. به یه شکلی مشوق من برای تجربه کردن این، چون من فکر میکردم اگر از این نوع ماده استفاده بکنم بزرگ میشم. چیزی که خیلی دلم میخواست بهش دست پیدا کنم. خیلی کارا رو من میخواستم بکنم، از دوران نونهالی به من میگفتن نباید این کارو بکنی و بزرگتره این کارو میکردم و من خیلی دوست داشتم اون کارا رو بکنم. شاید اگر اون روز از مزرات این برای من بازگونی کردن، من هیچ موقع برای تجربه گری از این ماده استفاده نمیکردم. به جای اینکه از مضرات و عواقب این ماده برای من صحبت بکنن، نوعی برای من بازگو شده بود، به گوش من رسیده بود که حتی میگفتن که خیلی خوبم ها، چون وقتی که ما ناراحتیم با مصرف این آروم میشیم، وقتی که خیلی خوشحالیم وقتی که اینو میکشیم یه حالت سرخوشی بهمون دست میده. برای همین من خودمو دارم میگم و دوستانی که در این مسیر از نیکوتین استفاده میکردن، سیگار رو برمیداشتیم میرفتیم یواشکی میکشیدیم، بعد میومدیم خود من جلو آینه با میسادم هی دست میکشتم به سیبیلام ببینم سیبیلام در اومده، چون احساس میکردم اگر این ماده رو من مصرف کنم مرد میشم. عرض کردم شروع کجروی من، یعنی درست از همینجا بود که انتخاباتی که من پنهانکی دور از چشم پدر و مادر انجام میدادم اشتباه شد. چرا؟ چون وقتی که من اومدم بیرون از محیط خانواده و با همسالانم ارتباط برقرار کردم، با کسانی ارتباط برقرار کردم که لای انگشتشون سیگار بود. چون من فکر میکردم اینا بزرگن، اگرم من با اینا در ارتباط باشم منم بزرگ خواهم شد. و بدون اینکه خودم متوجه بشم شروع کجروی من شد. حالا بعد از سالها متوجه شدم که شاید من بهترین عضو وجودیم که خیلی برام حساسه و خیلی ارزشمند و هیچ کاری هم در موردش نمیشه بکنیم، اینه که من سالیان سال ریه خودم رو در اختیار این سموم قرار دادم. ما
طبق تحقیقاتی که شده حتی مخدر قوی ترینش 11 ماه و 17 روز طول میکشه از بدن به صورت کامل خارج بشه و بدن قدرت بازسازی داره. اما متاسفانه نیکوتین 5 سال طول میکشه تا سموم از ریه من خارج بشه. من اینجا فرق بین سموم نیکوتین رو با سمومی که درون مخدر وجود داره رو به صورت خیلی ساده میتونم بسنجم و متوجه بشم. خیلی از پزشکای ما میگن مخدر مصرف بکن، نیکوتین مصرف نکن، چون عواقبش خیلی شدیدتر است. ممنونم جناب خالقی. همینطوری که جناب آقای خالقی هم فرمودن که مصرف نیکوتین و سیگار مخصوصا تمام دخانیات موجب آسیب میشه، مخصوصا تو قسمت دستگاه تنفسی و همچنین حالا در کنار اون بیماری هایی که ما چگونه شکلیش، حالا جناب آقای خالقی هم اشاره کردن که گروه همسالان، فشار گروه همسالان میتونه در گرایش فرد تأثیر گذار بشه و همونجور کم که اشاره کردن برای اینکه ورود به دنیای بزرگسالی بشه گرفتن سیگار لای انگشتان این رو استفاده کردن که ما دلایل گرایش به مصرف و دخانیات رو به نوعی همراه میدونیم با گرایش به مواد مخدر، حالا با یه مقدار شدت و ضعف، اما ما این رو میگیم برای بزرگسالان گرایش به سیگار میتونه رهایی از دنیای یک نواخت و برای نوجوانان و جوانان رهایی از دوران نوجوانی و کودکی و پیوستن به جرگه بزرگسالان میتونسته اینا رو پیامد داشته باشه که حالا در یک برنامه کامل در خصوص این صحبت باید بشه و عواقب اعتیاد به دخانیات رو عنوان کرد که متاسفانه جزء اعتیادهای قانونی هستش و معمولا مثل اعتیادهای رفتاری یا اعتیادهای فرایندی خیلی سخت میشه با این قضیه به نوعی مبارزه کرد یا به نوعی ازش دور شد. اما با همه این وجود دنیای عاری از دخانیات رو امیدواریم پیش رو داشته باشیم، امیدواریم که ریه زمین رو ما آلوده نکنیم. بدونیم که شاید برای ما بد گفتن باید خوب و بد رو در کنار هم گفت، بعضی مواقع فقط تمرکز روی خوبه و بعضی مواقع فقط بده. این که فرصت انتخاب و قیاس قرار دادن نیست. نیکوتین در طی 7 ثانیه بعد از کشیدن از طریق نایجه وارد سیستم گردش خون میشه و موجب این میشه که به مغز ارسال پیام بشه و حالت ریلکسیشن و ترشح دوپامین رو به همراه داشته باشه. اما مضراتی که در و سمومی که در سیگار و دخانیات هستش 4000 نوع ماده سمی و 400 نوع ماده سرطان‌زا رو با خودش داره. حال خودتون مقایسه کنید که به نظر من باید عطاش رو به لباش بخشید. خب ممنون. ما فقط به خاطر اینکه طبق تقویم جهانی هم پیش رفته باشیم این روز رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که شاهد این باشیم دنیای عاری از هر گونه مصرف مواد دخانی. به بحث خودمون برگردیم. من موردی رو میخونم و داریم که آلنبرگر بهش اشاره میکنه که دست کم 1 میلیون عمل احمقانه وجود داره که همگی ویرانگر بوده. اما قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، من برای خودم سوال بود، یعنی 1 میلیون عمل احمقانه. در قسمتی هم با جناب خالقی بیرون از استودیو صحبتی رو داشتیم و توی محفل دوستانه صحبت میکردیم، 4 مورد رو اشاره کردن که بسیار خوب و تونستن این رو روی زیربندی و مجموعه‌ای داشته باشن که ما اگر به اونها رسیدگی بکنیم احتمال رهایی از این همه مسائلی رو که شاید در ذهن خودمون موجب اختشاش فکری و ازدحام میشه رو جلوگیری کنیم و تمرکزمون رو چند تا مورد اساسی و شاخه اصلی بگذاریم که ریشه رو بزنیم. من چند تا مورد که در بهبودی ما و زندگی خیلی از مردمان این خاک دچار مشکل می کنن و اختلال ایجاد می کنن رو بگم
یکی که اعتقاد به این که مشکل ما تنها اعتیاد به الکل یا یک نوع ماده مخدره، این اعتقاد به این که مشکل ما تنها اعتیاد به الکل یا یک نوع ماده مخدره است رو براتون میگم. اعتقاد به این که با قطع مصرف مواد اعتیادآور همه چیز درست خواهد شد، متعهد نبودن نسبت به اصول برنامه و فرایند بهبودی، پنهانکاری و استفاده از صداقت انتخابی در بیان احساسات و مشکلات، تسلیم نشدن کامل در برابر اصول برنامه بازیابی و بهبودی و همچنین نپذیرفتن مسئولیت اشتباهات خود، استفاده از برنامه جهت رسیدن به کمال، اشتباه گرفتن خوددوستی با خودخواهی، استفاده از روش‌های فریبکارانه جهت رسیدن به اهداف و خواسته‌های شخصی و عدم تلاش جهت حل مشکل رابطه مبتنی بر وابستگی عاطفی و اعتقاد به اینکه زندگی نباید مشکل باشد و عدم انتخاب راهنما و کمک نگرفتن از افراد متخصص در مورد مسائل خاص. این 12 مورد از جمله عوامل اخلالگر در بهبودی هست. حالا یک فردی که میاد تو حوزه 12 قدمی رهایی از مواد مخدر، الکلیسم، اعتیادهای جنسی، دخانیات و و و هر چیز، من این 12 مورد رو عنوان کردم یک بابی باز شه و از دوست عزیز و مشاور گرانقدر و کارشناس برنامه بخوام توضیح رو خودشون بفرمایند و وارد بحث بشن. جناب خالقی در خدمتتون هستم. ممنونم آقای دشتی. خدمت شما عرض بکنم که خود شما یه پژوهشگر هستی و میدونی که ما تا 18 سالگی 95% شخصیتمون شکل میگیره و از 18 سالگی تا آخر عمرمون 5% قدرت تغییر این 95% رو داره. خیلی افراد هستن که رجوع میکنن میگن ما میخواییم تغییر کنیم، تحولی درون زندگی ما شکل بگیره، ولی هر کاری که میکنیم نمیتونیم غلبه کنیم بر رفتارهایی که برای ما مضره، هم خودمونو آزار میده و هم دیگرانو آزار میده. ما چی کار باید بکنیم؟ متاسفانه اگر ما بخوایم بگیم آقا جان برای تغییر ما به یک سری عوامل نیاز داریم، یه مقدار برای افراد ملموس نیست، چون همه ما تغییر رو یه چیز خیلی ساده ای میپنداریم و فکر میکنیم خیلی آسونه و به سادگی میتونیم به دستش بیاریم. آره میشه به دستش بیاری، به سادگی میشه به کره ماه بری، اما این کره ماه رفتن این نیستش که من اراده کنم و به کره ماه برم، نیاز به تلاش داره و قبل از تلاش نیاز به آگاهی داره. برای همین اگه قراره من تغییراتی درونم شکل بگیره، باید اول ببینم چرا باید تغییر درون من شکل بگیره و من چه باید بکنم. وقتی که من میام بررسی میکنم ببینم رفتارهای بسیاری درون من وجود داره که ناسالمه، من برای اینکه بتونم شخصیتم رو تغییر بدم نیازمند رفتارهای سالمم. خب حالا من نمیدونم چه رفتارهایی ناسالم درون من وجود داره. اینجا آلنبرگر به زیبایی میاد و این کروکی رو در اختیار ما میذاره، میگه بالغ بر، یعنی بیشتر از بالغ بر 1,000,000 رفتار ناسالم درون ما وجود داره، یعنی درون وابسته ها و هم وابسته ها. حالا واقعا وقتی بررسی بکنین من میتونم 1,000,000 رفتار ناسالم خودمو
مورد شناسایی قرار بدم و آیا این توان درون من وجود داره که من بتونم به بالغ بر 1,000,000 رفتار ناسالم تسلط پیدا کنم؟ ایشون اومده و 4 عاملی رو که باعث میشه این 1,000,000 رفتار ناسالم درون من شکل بگیره و فعال بشه رو در اختیار من میذاره. میگه اگر شما با این 4 عامل آشنا بشی، این 4 عامل رو درون خودت مورد تحلیل و تجزیه قرار بدی، میتونی موفق بشی این رفتارها رو شناسایی کنی. جناب خالقی، در رابطه با این 4 موردی رو که فرمودین، 4 علل رفتار خود ویرانگر، این 4 مورد چی هستن؟ چه چیزایی میتونه باشه؟ بله، آلنبرگ میگه که اگر میخوای رفتارهای ناسالمتو مورد بررسی قرار بدی، باید با این 4 عامل آشنا بشی. حالا این 4 عامل چیه؟ 1 عدم آگاهی، 2 بیماری اعتیاد، 3 وابستگی عاطفی و انتظارات نامعقول، 4 خودآزاری و خودزدایی. که ما وقتی این 4 عامل رو مورد بررسی قرار میدیم، نگاه میکنیم زندگی ما بر پایه همین 4 عامل استوار شده. چرا؟ 1400 سال پیش از این پیغمبر ما میفرماید مسلمون ناآگاه از کافر بدتر است. در جنگ ها پیغمبر وقتی که اسیر میگرفت میگفت با اسیرا خوب رفتار کنید، هر اسیری بتونه 5 مسلمان رو باسواد کنه آزاده. اینجا من متوجه میشم که آگاهی چقدر تأثیر درون زندگی من خواهد داشت. چرا؟ من خودم رو میگم، من باید خودم مورد بررسی قرار بدم دیگه، باید 1,000,000 رفتار ناسالم رو خودم شناسایی بکنم. نگاه میکنم میبینم من به خدا اعتقاد دارم از لحظه‌ای که به دنیا اومدم. پس چه اتفاقی برای من افتاد که من موفق نشدم از این نیروی خاص، از این نیروی فوق‌العاده چرا نتونستم استفاده کنم؟ وقتی قشنگ بررسی میکنم میبینم به خاطر اینکه آگاهی درستی نسبت به این خدا و من ندارم. اعتقاد دارم اما اعتماد ندارم. وقتی همین موضوع رو من مورد بررسی قرار میدم، نگاه میکنم میبینم که در زندگی روزمره من تنها چیزی که وجود نداره آگاهیه. ممکنه من محفوظات ذهنی ای داشته باشم بر حسب مطالعاتی که انجام دادم، یه محفوظاتی داشته باشم، اما آگاهی ندارم. فرض مثال من یه کتابو مطالعه میکنم، اصلا مورد بررسی قرار نمیدم که من این کتابو دارم میخونم که بگم من کتاب خونم، این کتابو میخونم که از محتویاتش یه چیزایی دستگیرم بشه بتونم به دیگران فخر برفوشم، یا این کتابو دارم مطالعه میکنم که در مورد امور زندگیم به کار بگیرم. یکی از بزرگترین مسائلی که در زندگی من اصلا مورد توجه من قرار نگرفت این بودش که من همیشه خودمو در فقر شعور نگه داشتم. انسان دارای شعوره، حتی جسم من دارای شعوره، دست من بیش از اندازه بزرگ نمیشه، چشم من بیشتر از اندازه بزرگ نمیشه. این نشون دهنده اینه که جسم من دارای شعور هست، از بطن به دنیا اومدنم، یعنی قبل از به دنیا اومدنم این وجود داشته. ولی من
وقتی به دنیا اومدن اون شعور زندگی کردن در اونها شکل نگرفت. یعنی من حد تعادل و تناسب و درون هیچ چیزی نتونستم شکل بدم، چون آگاهی لازم رو نداشتم، چون کسی نبود که به من آگاهی بده یه واقعیت وجود داره درون من. مهدادین افرادی هم که بسیار کنجکاوند و بسیار سوال برای اینا شکل میگیره، اما هیچ وقت هیچ کس به هیچ صورتی جواب سوالای ما رو نتونست بده. درسته. جناب خالقی، بین فرمایشتون من میام عذرخواهی میکنم. ضربه‌های عاطفی در دوران کودکی، اعتماد به نفس پایین و حس نهفته نفرت از خویش، حالا اونطوری که آلنبرگر میگه، میگه علل اصلی رفتارهای خودویرانگر ما هستن. آیا اعتیاد ما علت نهفته این رفتارهاست به نظر شما؟ بله. یکی از بزرگترین عللی که درون من وجود داره به خاطر اینکه من نتونستم به صورت بهینه از اینا استفاده کنم. الان شما با یه فرد 50 ساله صحبت کن، بگو احساس چی چیه؟ واقعا نمیدونه. بگو عواطف انسانی چی چیه؟ نمیدونه. یکی از بزرگترین ضرباتی که ما خوردیم این بود که از دوران طفولیت احساسات و عواطف ما رو نذاشتن رشد بکنه، نذاشتن متعلق به خود من باشه. ببین جناب آقای دشتی، اگر ما بخوایم در مورد احساسات صحبت بکنیم، خداوند برای جسم من که 10% وجود منو در بر میگیره زبون گذاشته. زبون سر من مربوط به جسم منه دیگه. خب میشه خداوندی که به فکر همه چی به صورت ذرات هست برای روح من که 90% وجودی من هستش زبان نذاشته باشه؟ خب این زبان روح من چیه که آلنبرگر میگه زیر مجموعه تمام مشکلات من به خاطر عدم عاطفیه؟ به دلیل این که زبان روح من احساسات من. ما الان به این اصل رسیدن پژوهشگرایمون، بچه در 6 ماهگی درون شکم مادر استرس پدر رو که از راه میرسه میتونه تشخیص بده. پژوهشگرا گفتن دیگه. حالا یعنی این بچه احساس داره، حس داره. حالا من به دنیا میام، اجازه نمیدن این احساسات و عواطف متعلق به خود من باشه و ازش استفاده کنم. به این دلیله که میگن ما همیشه خدا در اون فقر عاطفی میمونیم. خلأ عاطفی به خاطر ایناست درون ما شکل میگیره. خلأ احساسی درون اینا به خاطر اینه درون ما شکل میگیره. تو همون قسمت وابستگی عاطفی و انتظارات نامعقول کاملا در این مورد صحبت میکنه که یه وابستگی بر 4 اصل استواره: خلأ احساسی، خلأ عاطفی، خلأ مالی، خلأ جنسی. خب این خلأ عاطفی و احساسی از کجا شکل گرفته؟ از همون دوران طفولیت. چجوری شکل گرفته؟ اون موقعی که من یه بچه کوچیک، شما خودت پژوهشگری، یه ببچه کوچیک 2 ساله وقتی که داره بازی میکنه حرارت بدنش 1.5 درجه بالای حد طبیعیه؟ میشه 38.5. ضربان قلبش تا 250 داره ممکنه بزنه. درسته؟ یعنی این بچه داره گر میگیره، ولی چون هوا سرده مادر صداش میکنه. زمستونه، سرما میخوری، میفتی سر من، یک آپشن هم تنه این بچه میکنه. این بچه میگه بابا من الان باید گرمم باشه، اینم که تنمه باید درنم،
چرا اینا میگن این سردشه یه کاپشنم تنم میکنن؟ تناقضی که بین احساس من به وجود میاد، من نمیفهمم گرمه یا سرده. یا فرض مثال من میرم جای مهمونی یه میوره میبینم خیلی دوست دارم این میوره بخورم، ولی مادر من میگه که این میوره خورده، این میوه دوست نداره. الان داشتیم میومدیم خورد، بابا من میل خوردن اون میوره دارم. احساس من میگه الان طالبی. این تناقضیه که بین احساس من پیش میاد. یا وقتی که مادر من برای من، پدر من، دوست من برای من مشخص میکنه از مجدوای دشتی باید خوشت بیاد، از ایشون باید بدت بیاد، یعنی جای عواطف من داره تصمیم میگیره. یعنی حتی من نمیدونم کی رو باید دوست داشته باشم، کی رو دوست نداشته باشم. اینا از کجا میاد؟ اینا از عدم آگاهی میاد. جناب خالقی، حالا ما باز اون مقوله رو باز ادامه میدیم، شما به فراخور زمان خودتون هر موقعی که مناسب بودین وارد بحثای دیگه هم بشین و همونها رو هم پیوند بزنین با سوالاتی که بنده خدمتتون دارم مطرح میکنم و به نوعی دارم درس میگیرم از شما. اینی که شاید رفتار خود ویرانگر ما نتیجه جهل و ناآگاهی ما باشه. خب همونطور که شما فرمودید که یکی از این قضایا ابتداییش رو ایشون اینجور اشاره کردین که عدم آگاهی، آیا مشکل ما عدم آگاهیه؟ سر شاخه مشکل اصلی ما یکی از مشکلات ما عدم آگاهیه. این یکی از اون چهار تا. یکی چهار تا. چرا؟ بله. چون وقتی که ما به دنیا میایم، بله، آگاهی نداریم، اطلاعاتی نداریم. حال مغز من صاف صاف پاکه، چیزی وجود نداره. بله. پس آگاهی وجود نداره. من اول با احساساتم شروع میشه. درست. بعدن آگاهی که به دست میارم باید از این آگاهی استفاده کنم برای اینکه بتونم این احساساتو به جا و مناسب ازش استفاده کنن. ببینید اینجوری بگم خدمت شما جناب آقای دشتی، ما به چه واسطه ای شدیم اشرف مخلوقات؟ خداوند دروغوه؟ نه. حرفی رو نسنجیده میزنه؟ نه. خب همه ما میدونیم که ما از دو موجود تشکیل شدیم، حیوان و فرشته. تلفیقی از این دوتا هستیم، یعنی هم غریزه داریم هم شعور داریم. درسته؟ پس به چه واسطه ما شدیم اشرف مخلوق؟ این دو موجود که در عالم وجود داره، تنها موجودی که در عالم حق انتخاب داره انسانه، و به واسطه این حق انتخابی که خداوند به من داده من شدم اشرف مخلوقات. یعنی من میتونم استفاده کنم حیوان باشم، میتونم انتخاب بکنم فرشته باشم. خب حالا اگر اطلاعات و آگاهی که به من داده میشه، این اطلاعات و آگاهی درست باشه، خواسته ناخواسته من مسیری رو که به سعادت و خداوند میرسه ادامه میدم. اگر این آگاهی و اطلاعاتی که به من رسیده میشه درست نباشه، مسلماً من مسیری رو میرم که بر پای اساس قرائزم استواره. شما خودت میدونی خیلی از رفتارهای ما هستش که در طول زمان تبدیل به غریزه میشه. بله. که بهش میگن رفتار غریزی. بله. درسته؟ یکی از این رفتار غریزی اعتیاده. بله. بیشتر توضیح برام بدید. ببینید
البته بنده که تو منظر شما کسب تلمس کردم. خواهش میکنم نفهمید. مخاطبینم بفهمید. خواهش میکنم نفهمید. ببینید آقای دشتی، دست من به هر دلیلی میبره. بردن با چاقو شیشه حلبی گیر میکنه جایی میبره، یه مقدار نمک میرسه به این زخم من، چه اتفاقی میفته؟ میسوزه. اولین چیزی که به ذهن شما میاد چیه؟ بود دوام بگیرم زیر آب. یعنی این که شما بدون این که خودت بخوای و فکر کنی، یک باوری که توی ضمیر ناخودآگاه شما ثبت شده، بلافاصله که این اتفاق به شما میفته دیگه شما نیاز به فکر کردن نداری، فقط میری انجامش میدی. یه رفتاری که به مرور زمان تبدیل به غریزه میشه، درسته؟ همین اتفاق برای یه فرد محتاط پیش میاد. یعنی یه محتاط و وقتی با درد مواجه میکنی، این رفتار غریزی بدون اینکه خودش بخواد میره. فرقش اینه که این آب آرومش میکنه، اون مواد آرومش میکنه. محتاط غرقابه زخمه دیگه، درونش پر زخمه، درون یه محتاط پر زخم. اگر بخوایم این زخم رو توضیح بدیم، من میتونم از دوران بچگی توضیح بدم که چه زخمایی درون منه، انقدر زیاده نگفتنی. حالا رسیدم به یه نقطه ای، اطرافیان من دائما نمک میزنن به این زخم من. پسرمو تو ببین، پسردایی تو ببین، 2 سال از تو کوچیکتر، کارخونه داره، خاک بر سرت با این قیافه‌ای که برای خودت درست کردی، اینجوریه. ببین این توهین، تحقیر، سرزنش، مقایسه کردن، کنترل کردن، اینا عواملیه که درد من افزون میشه و من برای آروم کردن خودم به چی نیاز دارم؟ مسکن. فرقش اینه که شما دستت بریده با آب برطرف میشه، من دردم فراز با مواد. آموزشی که به من داده شده اینجوریه، آب درد منو درمون نمیکنه. چرا؟ برای اینکه زمانی که خانواده باید به من آگاهی میداد، اون آگاهی لازم رو به من نداد. اگر ما داریم به این شکل صحبت میکنیم جناب آقای دشتی، نه بر پای اساس اینکه خانواده ها فکر کنم که مقصرم، هیچ جا دادگاهی در این مورد شکل نمیگیره و ما دنبال متهم نمیگردیم. تمام این صحبت ما بر پای اساس اینه که ما یه تعاملی بین بیمار و خانواده شکل بدیم. یعنی چی؟ یعنی به خانواده تفهیم کنیم عزیز من، بچه شما یکی از عواملی که به کجروی انحطاط کشیده شد، رفتارهایی بود که شما آموزش دادید و شما تأثیرگذار بودید در اعتیادی که برای این شکل گرفته و امروز میتونید تأثیرگذار بشی در بهبودیش. برای همین همونجوری که اون داره میاد آموزش میبینه، شماها هم باید آموزش ببینید، شماها هم باید آگاهیتون بره بالا تا بتونید کمک کنید. ولی متاسفانه من هنوز در فقر به سر میبرم، هنوز که هنوز نتونستم با خودم روبرو بشم. چرا؟ چون هم مورد توسط خودم هم توسط اطرافیانم دائما در حال خوردن انگ بودم. شما حساب کن، از بچگی تو نمیتونی، تو تنبلی، تو بی عرضه‌ای. ببین اینا دیگه شده ملکه ذهن من. بله جناب خالقی، من با توجه به مورد بعدی که گفتین، آیا ما از نظر عاطفی وابسته هستیم یا انتظارات نامعقول داریم؟ این رو برامون یه مقدار بیشتر باز کنیم.
جناب آقای دشتی، من خدمت شما عرض کنم وقتی از کلمه وابستگی عاطفی ما استفاده میکنیم، اکثر افراد فکر میکنن وابستگی عاطفی فقط به شخصه، در حالی که این بزرگترین برداشت ناصحیحه. چرا؟ انسان یه موجود عاطفیه و بدون اینکه خودش بخواد با پیرامون اطراف خودش رابطه برقرار میکنه و رابطه های نزدیک و رابطه های عاطفی بدون اینکه خودش بخواد. فرض مثال من انگشتر دست میکنم، بدون اینکه خودم متوجه شم به مرور زمان به این انگشترم وابستگی، یعنی رابطه عاطفی برقرار میکنه. من میام خونه شما مهمونی، این انگشتر من گم میشه، یعنی تمام خونه شما رو من زیر رو میکنم برای پیدا کردن این انگشتر، اما انگشتر رو نمیتونم پیدا کنم. خب میام مدتها به شکلهای متفاوت مکانهای متفاوت رو میگردم، ده هدف ماشینم رو میگرم، نکن افتاده تو ماشین. وقتی از خونه شما دارم میام بیرون، تمام مسیر رو تا اونجایی که سوار ماشین شدم میگردم، نکنه باشه افتاده باشه اینجا. مدت ها فکرم درگیر اینه. حالا بعد از یه ماه، دو ماه، سه ماه، شیش ماه، یک سال میام خونه شما، خونه شما نشستم، اما زیر فرش رو دارم میزنم بالا، نکنه انگشتر رو الان پیدا کنم. یکی از اون دلایلی که میگن افکار محتاط خیلی شدید سمت و سو پیدا میکنه به گذشتش، به خاطر همینه. من اومدم خونه شما مهمونی، یادم هست 5 سال پیش خونه شما اومدم یه انگشتر گم کردم. حالا این به اشیا، به مکانها و نهایت میرسه به انسان. برای این که من به یه فردی وابسته بشم 4 تا عامل نیاز داره، یعنی به واسطه 4 تا عامل من وابسته یه شخصی میشم: خلأ احساسی، خلأ عاطفی، خلأ مالی، خلأ جنسی. خلأ احساسی یعنی که من احساس تنهایی میکنم، یه زمانهایی که من تنهام، دوست دارم اون شخص در کنارم باشه، اون احساس تنهایی آزارم میده. بیرون میرم نگاه میکنم میبینم هر کی دوست دست دوستش گرفته، دست من خالیه، این احساس تنهایی منو آزارم میده، سوقم میده به سمت وابستگی. یا خلأ عاطفی دارم، هر کدوم ما یه نیازهای عاطفی داریم، دوست داریم یکی باشه، مراقبمون باشه، دست نوازش به سرمون بکشه، قربون صدقمون بره و و و و خلأ جنسی، نیاز غریزی که درونمون وجود داره، و خلأ مالی. خب حالا این وابستگی عاطفی شکل میگیره، چه اتفاقی میفته که مرحله بعدش به وجود میاد؟ یعنی انتظارات نامعقول. تا زمانی که درون یه وابستگی انتظارات نامعقول نباشه که تنش به وجود نمیاد. چرا بین زن و شوهرها این همه تنش و درگیری هست، این همه عدم سازش هست؟ برای اینکه عشق وجود نداره، وابستگی وجود داره. عشق احساس مالکیت نمیاره، وابستگیه که احساس مالکیت میاره. ترس از دست دادن باعث میشه که من بخوام طرف مقابلمو در حاشیه امنیت بالاتری قرار بدم. ترس از دست دادن باعث میشه که من طرفمو کنترل کنم. برای همین هی روز به روز توقع من نسبت به این
رابطه نسبت به این وابستگی بیشتر میشه. هر چقدر توقعات من در این وابستگی بیشتر بشه، من بیشتر آزار میبینم، بیشتر خسارت میخورم. تشخیص این نامعقول بودن و معقول بودنش چطوره جناب خالقی؟ این انتظارات، حالا من میخوام بگم که یه برداشت تعریفی از انتظار معقول میتونیم داشته باشیم؟ ما جناب آقای دشتی دو تا خواسته داریم، یکیشو میگن خواسته های معقول، یکیشو میگن خواسته های نامعقول. خواسته های معقول سرچشمه گرفته از نیازهای منه. من نیاز دارم یه سقفی داشته باشم، یه درآمدی داشته باشم، درسته؟ نیازهای من هیچ موقع رو زمین نمیمونه. من برای نیازام به هیچ مشکلی بر نمیخورم، یعنی به همه نیازم دست پیدا میکنم، به همه نیازم خداوند تمام نیازهای منو برآورده میکنه. خب اون من میخوام بگم که حد مرزی بین این نیاز، بعد وقتی میبینم برطرف نمیشه یا دست پیدا نکنم میشه اسمشو خواسته گذاشت. ببین مشکل درست همینه، هر چیزی که عدم تعادل به وجود داره تو بیماری اعتیاد، چرا عدم تعادل وجود داره؟ برای اینکه من فرق بین لذت و لذت جویی رو نمیدونم. لذت یه احساسه، لذت جویی افکاره. نیاز یه خواسته معقوله، هوای نفس یه خواسته نامعقوله. خواسته معقول من هیچ موقع عیزو برای من برمقام نمیاره، خواسته من هیچ موقع، نیاز من هیچ موقع اجبار رو برای من برمقام نمیاره. این خواسته های نامعقولی که اجبار برای من برمقام میاره و اجبار برای من عیزو برمقام میاره. از فرقای کلام شما جناب خالقی من اینجور برداشت کردم که خواسته میتونه مؤخر باشه، یعنی نیاز مقدم، خواسته مؤخر. این میمونه که من توی یه اتاق خواب دارم و یک اتاق پذیرایی که برای مهمانم هست و میام توی این خونه میکنم بشینم، تلویزیونم ندارم. مرحله اول نیاز من یه دونه تلویزیون توی پذیراییه، اما خواسته من میگه خب یه دونه برای توی اتاق خصوصی و خواب خودم داشته باشم. اونی که نیاز اولیه رو باید تلاش کنم پیداش بکنم و تا زمان جفت جور میشه، اما برای دومیه باید درد بیشتری بکشم، تلاش بیشتری بکنم و انرژی بیشتری دارم. من این برداشتم از خواسته و نیاز اینطور میتونه باشه. کاملا. ببینید ما داریم میگیم نیازهای ما. شما هر چیزی رو که در این عالم نگاه کنید، وعده‌ای که خداوند به ما داده انجام داده. انسان توی نیازاش نمیمونه. تو نیازش هیچ موقع به اجبار مبتلا نمیشه. من تا ساعت 11 صبح میخوام بخوابم، 11 تازه بلند شم برم سر کار، 6 بعد از ظهرم تعطیل کنم بیام، بعد دوست دارم یه ماشین شاسی بلند داشته باشم. خب این میشه خواسته نامعقول. من برای رسیدن به این خواسته نامعقول اولین چیزی که برام شکل میگیره اجباره. اجبار پیدا میکنم به هر شکلی که شده این پولو فراهم بکنم. آیا از راه درست من میتونم این پولو فراهم بکنم؟ اجبار به دزدی برای من شکل میگیره، اجبار به کلاهبرداری، اختلاس و و و. خب وقتی که این خواسته نامعقول، چرا شما میتونی ماشین شاسی بلند داشته باشی؟ ولی باید در قبال این ماشین شاسی بلند شما وقتی برای نیازات ساعت 11 بلند میشی، 6 بعد از ظهر میای، نیازاتو برطرف میکنی. ولی اگر فراتر از نیازات میخوای دیگه نمیتونی ساعت 11 بلند شی، باید 6 صبح بلند شی. دیگه نمیتونی 6 بعد از ظهر بیای، باید 12 شب بیای. ولی نمیکنم این کارو. چرا؟ صحبتی که ما داریم انجام میدیم در رابطه با اعتیاد و رفتارهای ناسالمه. رفتار سالم که یه مسئله جداگانه ای داره. ما هنوز بهش نرسیدیم.
فعلا تو رفتارهای ناسالمی، بنابراین اجبار برای من شکل میگیره. من یه ماشین شاسی بلند میخوام، باید از یه راه دیگه ای به دست بیارم. اجبار به دزدی، اختلاس، کلاهبرداری و و و. خب این اجبار چی رو برای من برمقام میاره؟ عیزو بدبختی رو. چرا وقتی که من دزدی میکنم، اختلاس میکنم، یهو منو میگیرن سر از زندان در میارن؟ درسته؟ اینجا من میتونم تفکیک کنم بین انتظارات نامعقول. وقتی که من میبینم مثلا من دارم با شما دوستی میکنم، درون این دوستی من و شما داره خلل به وجود میاد، یعنی داره به من اعلام میکنه که حسین خالقی، شما انتظارات نامعقول از مجتبای دشتی داری. اگر شما خواسته های نامعقول نخواهی نداشته باشی، به تنش نمیکشی. جناب خالقی، من میخوام یه جمع‌بندی بکنم از فرمایشات حضرت عالی، که ما گفتیم که شناسایی علل رفتارهای خودمیریانگر رو همونطوری که حالا آلن برگر هم بهش اشاره داشت که ضربه های عاطفی در دوران کودکی، اعتماد به نفس پایین و حس نهفته نفرت از خیش علل اصلی رفتارهای خودمیریانگر ما هستن، که 4 تا احتمال رو دادیم که صحبت کردیم درش، که بیماری اعتیاد میتونه باشه، عدم آگاهی و انتظارات نامعقول و وابستگی عاطفی و همچنین خودزدایی و خودبیزاری. این 4 مورد رو اشاره کردین. البته خب خودزدایی و خودبیزاری رو هم فکر میکنم توی این برنامه فرصتش نباشه، در برنامه بعدی بهش میپردازیم. من همینجا از حضرت عالی درخواست میکنم که در هفته بعد هم با برنامه ما باشین و ما رو همراهی کنین. با عنوان کلام پایانی و جمع‌بندیتون در طی 2-3 دقیقه برامون چی میگید؟ زنان آقای دشتی، من همیشه خدا یه مثالی برای خودم میزنم و برای دوستان. یه پاراگراف هست من میخونم و برای خودم معناش میکنم. میگه انسان شبیه خداست، تنها با شکستن واقعی خیش است که میتواند به عظمت بیکران خیش پی ببرد. یه ساعت مچی رو شما تصور کنید، وقتی اینو کف دستت میگیری یه حجم دستتو پر میکن. از دید ما انسان ها خیلی حقیره، اما اگر این ساعت رو شما خوردش کنید و قطعات این ساعت رو در کنار هم بچینید، یه فضای خیلی بزرگی رو شکل میدید. وقتی که این قطعات شما میبینید، تازه میفهمید که در یک ساعت به این کوچیکی چه عظمتی نهفته و چقدر این قطعات ساعت باید منظم و دقیق در کنار هم قرار بگیره تا بتونه ثانیه به ثانیه رو به من بگه. یه ساعتی که ساخت دست انسان یه همچین عظمتی نهفته، به نظر شما میتونه درون من و شما که اشرف مخلوقاتی یه همچین عظمتی نباشه؟ فرقش اینه که من هنوز به اون شعور نرسیدم که خودم رو بخوام مورد بررسی قرار بدم و توانمندی هایی که خداوند در اختیار من قرار داده تا بتونم از این دنیا به صورت بهینه ازش استفاده کنم، حتی برام قابل لمسم نیست، قابل درکم نیست. امیدوارم خداوند به همه ما کمک بکنه که متوجه بشیم خداوند درون همه ما این قدرت و نیرو رو نهاده. ممنون، آمین، انشالله که همینطور باشه. ممنونم از دوست عزیزم جناب آقای حسین عرب خالقی، کارشناس، مشاور مددیار و پژوهشگر در حوزه معنا درمانی. شنوندگان فهیم رادیو آینه، از اینکه با ما همراه بودید ممنون و سپاسگزاریم. امیدوارم که تونسته باشیم با این برنامه نظر شما رو جلب کرده باشیم.
میخواهم با کسی ره سپار شوم که دوستش میدارم. میخواهم با کسی ره سپار شوم که دوستش میدارم. نمیخواهم بهای این همراهی را با حساب و کتاب بسنجم یا در اندیشه خوب و بدش باشم. دوستی میگفت محبت کن که راه دوری نمیرود. گفتم دوست عزیز، اتفاقا محبت تا بیکرانه ها و عرش آسمان هم میرود. محبت ساکن نیست و حتی واگیر هم دارد و روزی به خودمان برمیگردد. باید بذر محبت و دوستی کاشت در عالم، به جای خشم و کینه و دشمنی فقط عشق بماند و مهر و محبت. با درودی دیگر، بدرود.